پرستیم. این وقت متعلق به جناب کاکاوند عزیز هست، ایشون وکیل پایه که دادگستری در ایران هستن و هر هفته با ما سعی میکنیم که در تماس باشن، بتونیم کمی در مورد قوانین ایران، قوانین بانکی و اینا صحبت میکنیم و ذره ذره بعد وقتی که صحبت های ایشون تموم میشه میریم که سوال جواب های شما مهربانان رو داشته باشیم. تلفن های 08-2398-9843 در خدمت شماست و اگر معذوریتی دارید که روی خط نمیتونید بیاید، میتونید با تلفن 070-439-8194 برای ما اسمس بفرستید تا ما سوال شما رو مطرح کنیم. من در اینجا درودی میفرستم خدمت جناب کاکاوند عزیز. آقای کاکاوند بسیار بسیار به روی خط خوش آمدید قربان. من هم درود و سلام و فراوان خب خدمت همه هنون و آقای خواهش می‌کنم بابت هفته گذشته که نتونستم. آقای کاکاوند عزیز یک لحظه به من اجازه بدید، من یه مشکلی اینجا برای من پیش اومده و اینه که صدای شما چرا از اینجا داره پخش میشه. یک لحظه من اجازه بدید من ببینم چرا داده بیداد صدای شما داره از بلنگوی کامپیوتر من پخش میشه و به همین دلیل من باید امروز مشکل با من نیست. نه والا نه دقیقاً نه باور کنید مشکل شما از طرف شما نیست، من اینو بهتون قول میدم. یک لحظه اجازه بدید اینم که درسته صدای اینجا هم که درسته. عجیبه این چه این اسکایپ یک آپدیت جدیدی رو فرستاد و بعد از اینکه این آپدیت جدید رو فرستادن متاسفانه الان صدای شما بزنم هک دلاره که اینجا هم که آها ایناشش درست شد. بله ممکنه صحبت کنید؟ بله. الان دیگه صدا رو از میکسر داریم. بله بسیار سپاسگزارم که به روی خط اومدید و امروز هم که تقصیر شما نبود و تقصیر از طرف ما بود. بسیار خوشحال هستیم که شما رو بر روی خط داریم. امیدوار هستم که روز و روزگار بر شما خوش از قربان. خیلی متشکرم همچنین بر شما. خواهش می‌کنم. خب بحث رو با هم دیگه ادامه میدیم. قوانین رو داشتیم دنبال میکردیم و امروز با چه تیتری پیش میخوایم بریم قربان؟ خواهش میکنم. امروز اومدم روی اقداماتی که بانک علیه بدهکاران و ضامنین در واقع میخواد شروع بکنه. در اون بخش توضیح میخوام بدم که با نحوه عملکرد بانک آشنا باشیم. بعد از این تو هفته های آتی انشالله در نظر دارم که رویکرد شخصی که بدهکار یا ضامن هست در مقابل اقدامات بانک رو توضیح بدم. بسیار سپاسگزاریم، ما شنونده هستیم. خواهش میکنم. خب یک هفته دیگر رو شروع میکنیم در مورد مسائل تخصصی بانک که بسیاری از دوستان حالا گرفتاری هایی در این زمینه دارن، تسهیلاتی رو دریافت کردن، وامی رو گرفتن، اما خب به مشکلاتی بر میخورن و سر موقع ممکنه اقساط پرداخت نشه، بعضن به مشکلاتی برخورد میشه و اقداماتی که بانک علیه بدهکار و ضامن انجام میده میخوایم یه توضیحاتی در موردش بدیم. هر زمان که یک تسهیلات بانکی دریافت میشه، فرق نمیکنه این تسهیلات میخواد ریالی باشه یا ارزی، در واقع همون تو اصطلاح عامیانه وام گفته میشه دیگه، وام وقتی که دریافت میشه از شعبه، هر وامی زمانی که بانک میپردازه وجه رو یک زمانی رو در نظر میگیره برای باز پس دادن اون وام. حالا یه موقع هست وام ها به شکل مضاربه لحظه‌ای باید پرداخت بشه، یک تایمی رو در نظر میگیرن مثلا 6 ماه 1 سال، شما سر 1 سال یک جا باید با سودش برگردونی. از این دست مسائل توی اعتبارات اسنادی هم داریم که در واقع فاینانس وقتی که میکنن به صورت مدت‌دار 90 روزه، ولی قسط به قسط نیستش، یک جا باید پرداخت بشه. در مقابل این نوع دوم وام ها هم هستش که یه جدول اقساطی رو دست اشخاص میدن، قسط به قسط در ماه، حالا هر تاریخی که در ماه به عنوان سررسید تعیین میشه، سر اون سررسید باید مبلغ پرداخت بشه قسط به قسط تا به انتهای جدول برسن که اصطلاحا بگیم وام تسویه حساب شد. اما زمانی که از سررسید میگذره معمولا بانک ها اقدام به جریمه میکنن.
یعنی اون مبلغ اصل رو و سود رو در نظر میگیرن، بر مبنای اون چون قسط پرداخت نشده جریمه ای برای عدم پرداخت در نظر میگیرن. معمولا توی دو سه ماه اول به این شکل نیستش که فوری اقدام علیه بدهکار و ضامن انجام بشه، چون بانک اصلا اولا هیچ تمایلی نداره برای اینکه توی دادگاه ها و اداره ثبت بخواد حالا این زمان رو بذاره دنبال پرونده بیفته. دوم از اینکه با یه قسط عقب افتادن معمولا این شانس رو از مشتریش نمیگیره، چون به هر حال پیش میاد در ماه ممکنه یه ماه آدم نداشته باشه ولی توی ماه بعدی دوتاشو یک جا بخواد بپردازه. اما زمانی که سه ماه رو رد کرد دیگه در واقع مشخصه که این مشتری حالا یا به عمد یا به صورت غیر عمدی دیگه تمایل به پرداخت نداره. در این صورت اقدام میکنه برای فرستادن اخطاریه به ضامن و خود بدهکار. این اخطاریه وقتی که ارسال میشه دقیقا توش عنوان میکنه که شما بدهکار هستید در مورد این وام و در این تاریخ باید میپرداختید نپرداختید، لطفاً ظرف یک هفته بعد از اینکه این نامه رو گرفتید به شعبه مراجعه بکنید و تعیین تکلیف بکنید، در غیر این صورت ما مجبور هستیم که بریم از شما شکایت بکنیم. اما خب خیلی از مواقع از این هم رد میشه و طرف به اخطار بانک هم توجهی نمی کنه. حالا حتما نباید یه عمدی توش باشه، بعضی از مواقع خب مشکلات اقتصادی گریبانگیر میشه و توان پرداخت اقساط بانک وجود نداره، طبعا بانک دیگه اون رو اصطلاحا میگیم که میاره تو سرفصل بدهکاران، بدهکاران بانکی. اقدامی که میکنه بر روی اسناد و یا ضامنینی هستش که تعهد به پرداخت دادن. معمولا بهترین نوع وثیقه وجه نقده. خیلی از مواقع اشخاص وقتی که وام میگیرن یک مبلغی از وام رو بانک نگه میداره، مثلا 10% 20%شو نگه میداره. شما 100 میلیون تقاضا کردی، قسط شما بر مبنای 100 میلیون تنظیم شده، مثلا فرض کن ماهی 2500 باید بیاری بدی با سودش، ولی عملا بانک به شما 100 میلیون نداده، 80 میلیون تومنشو داده، 20 میلیون تومنشو برای شما سپرده میکنه تو همون شعبه ولی اجازه برداشت نداری. در اون صورت بهش سود هم تعلق میگیره ولی شما اجازه برداشت نداری. هر زمانی که قسط رو نتونستی بپردازی، بانک ابتدا اون مبلغ 20 میلیون رو سپرده رو ابطال میکنه. حالا دقیقا نمیگم 20 میلیون، مثال دارم میگم، و اون وجهی رو که عقب افتاده از اون بر میداره. اگر در واقع اون مبلغی که سپرده شده کمتر از بدهی شما باشه، روی سایر وثیقه های شما اقدام میکنه. در درجه دوم بعد از وجه نقد، دومین نوع وثیقه‌ای که مورد اقدام بانک قرار میگیره اسناد رهنی هست، یعنی ملکی که در رهن بانک رفته، در گرو بانک قرار گرفته و وثیقه شده. هر زمان که بدهکار نپردازه اون رو اصطلاحا میگن بانک ملک رو حراج میذاره. حالا یا ملک سند اداری داره یا مسکونیه یا تجاری، به هر حال اقداماتی که بانک رو سند رهنی انجام میده بسیار حائز اهمیته، چون میره برای مزایده گذاشتن اون ملک. که من در این هفته میخوام این رو تشریح بکنم قشنگ، اقدامی رو که بانک داره انجام میده روی سند رهنی، اینو باز بکنم که بدونید چه مراحلی طی میشه و چه زمانی باید بگذره تا به مزایده میرسه و چه اقداماتی بعدها انجام خواهد شد. سند رهنی تو دفترخونه اسناد رسمی تنظیم میشه. هر کدوم از دفترخونه های اسناد رسمی دیگه فرقی هم نمیکنه. وقتی که یک سند رهنی رو تنظیم میکنن، یک نسخه از سند رهنی تو دفترخونه میمونه، یک نسخه هم به بانک میدن.
شما هم میتونید یک نسخه رو از خود دفترخونه دریافت بکنید، یه هزینه‌ای از شما میگیره و در واقع یه نسخه هم از اون سند رهنی رو چاپ میگیره، مهر میزنه و به شما میده. اما زمانی که بانک میخواد اجرایی بکشه، ابتدا دایره حسابداری بانک میاد اصل سود و جریمه ها رو محاسبه میکنه و یک فرمی رو پر میکنه که اصطلاحا بهش میگیم فرم تقاضانامه صدور اجراییه از دفترخانه، که توی اون مینویسه آقای سردفترخانه شماره فلان، با توجه به اینکه این شخص به عنوان بدهکار و یا ضامن هست وامشو نپرداخته و انقدر اصلشه، انقدر سودشه، انقدر هم خسارتشه، ضمن اینکه جریمه هاشو تا روز وصول میکنیم. بنابراین به استناد این قضیه میاد اقدام میکنه و اجراییه میکشه. اجراییه رو خود دفترخونه صادر میکنه، دفترخونه روی اون تقاضانامه برگی رو صادر میکنه و به استناد اون یک نسخه رو میفرسته اداره ثبت. وقتی که فرستاد اداره ثبت، در اون صورت اداره ثبت اقدام به ابلاغ اون اجراییه به نفع به طرف اون شخصی که بدهکار هست میکنه و اجراییه وقتی که ابلاغ میشه حتما از طریق اداره ابلاغ، اداره پست، یک نسخه برای اون شخصی که بدهکار هست ارسال میشه و ابلاغ میکنه. از تاریخی که هنوز ابلاغ نشده باز یه شانسی به شما داده میشه. اگر در این تایم که تقاضای صدور اجرایی هم شده ولی هنوز ابلاغ نشده باشه، شما اگه پول بانک رو بپردازی یک نیم عشر اجرایی در واقع جلو هستی. نیم عشر اجرایی، عشر به عربی یعنی ده، نیم عشر یعنی پنج. بنابراین 5% از اصل بدهی، حالا فرض کن مثلا بدهی 1,000,000,000 تومان باشه، 5%ش معیار ریاضیات هم ضعیفه، الان اینجا تو ماشین حساب بزنیم میشه 50,000,000 تومان. اون مبلغی که بانک میگیره 50 میلیون هم باید بذاری روش، که در واقع حق دولته که اجراییه رو به شما ابلاغ میکنه و عملیات اجرایی رو میخواد ادامه بده و این به عهده شمای بدهکار هست. ولی اگر باز نداشتی که به پردازی پول بانکو، دیگه ناچارن علاوه از اون طلبی که بانک به شما داره، در واقع به این شکل هم هستش که اون نیم عشر اجرایی هم بهش تعلق میگیره و مجموعاً به شما ابلاغ میشه که آریال باید بپردازی. اقدامات بانک از اینجا به بعد به این شکل میشه، اداره اجرا به این شکل میشه که اجراییه رو ابلاغ میکنه، بعد یک نسخه گردش ثبتی از اداره ثبت میگیره ببینه شما مالک بودی یا نه که این سند رو در رهن گذاشتی، و بعد از اون اقدام میکنه به کارشناس. این نکته بسیار حائز اهمیته، چون بسیاری از پرونده هایی که در اداره ثبت مطرح میشه یا بعضن کشیده میشه به دادگاه، تو همین نقطه است که الان میخوام توضیح بدم. اینو تقاضا میکنم که دقت بکنید ببینید چه مرحله ایه. اکثر اشخاص میگن که اصلا بانک به ما هیچ گونه ابلاغیه‌ای یا اصلا اخطاری نداده، اصلا نمیدونم کی مزایده گذاشت، ملک من مثلا 2,500,000,000 میارزه، کل بدهی من مثلا فرض کن 1,400,000,000ه، 1,800,000,000ه، اصلا یه چیزی هم اضافه تر تهش میموند، اما کارشناس اومده اینجا رو 900,000,000 قیمت گذاشته. و بنابراین نه تنها ملک من از دستم رفت، بلکه تازه ملکمو که بانک حراج گذاشته تازه 400 میلیون دیگه هم بدهکارم.
حالا بانک اومده به غیر از این که ملک من رو ورداشته، مثلا ماشینم هم توقیف کرده، موبایلم هم توقیف کرده، یا حساب بانکی منو، یا اصلا منو ممنوع الخروج کرده. اینجا در واقع مشکلی که وجود داره توی قراردادهای سند رهنی وقتی تو دفترخونه تنظیم میشه به یک مادهش اشخاص دقت نمی کنن. میگه اقامتگاه طرف، یعنی اونجایی که شما آدرس اعلام میکنی توی بانک، توی دفترخونه میری روزی که میخوای وام بگیری، بعد میگه آدرس من اینه. اگر آدرست رو تغییر دادی حتما باید به دفترخونه اعلام بکنی، وگرنه دفترخونه به همون آدرسی که خودت نوشتی اجراییه میفرسته. اداره ثبت به همون آدرسی که نوشتی ابلاغیه میفرسته. نظریه کارشناس به همون آدرسی که اعلام کردی ارسال میشه و تا پایان مراحل اجرا همه اقدامات به این شکل انجام میشه که به اون آدرسی که خودت دادی ارسال میشه. بنابراین نمیتونی به این بهونه متوسل بشه که اصلا چیزی به دست من نرسیده، خب تغییر آدرس رو اعلام نکردی یا آدرس تو درست ندادی. خیلی از مواقع هست پلاک شهرداری مثلا عوض شده، اون موقع این آدرس مثلا پلاک 87 بود، الان تو تغییرات شهرداری که انجام شده مثلا شده پلاک 236. مأمور ابلاغم نمیاد دونه دونه نگاه کنه به از در و همسایه بپرسه آقا این 236 همون 87 سابقه؟ نگاه میکنه توی اون کوچه پلاک 87 نباشه، بلافاصله میگه آدرس شناسایی نشد. اصلا هم هیچ دلسوزی برات نمیکنه، خودت باید دلت برای خودت بسوزه. بعد از تمام این مراحل بی اطلاع هستی، ملکت که به قول خودت 2,500,000,000 میارزه، مثلا 1,100,000,000، 1,200,000,000 قیمت گذاری کردن و به راحتی از چنگت در آوردن دیگه، فقط با یه اشتباه کوچولو. ببین این چقدر نکته است، اینا همه تجاربیه که تجربه هایی که در عمل ما بهش برخوردیم و ناراحتی های مردم رو شنیدیم دیگه، اینها رو داریم برای اشخاص دیگه بازگو میکنیم که متوجه نکات ریز باشن. به هر تقدیر وقتی که کارشناس میاد قیمت گذاری میکنه، شما در ظرف 3 روز فرصت داری اعتراض بکنی. زمانی که به ارزیابی یا قیمت گذاری که کارشناس کرده اعتراض داری، میتونی توی یه متن خیلی ساده بنویسی آقا قیمت ملک من خیلی بیشتر از اینا میارزه، چرا کارشناس مثلا این قیمت گذاشته. اعتراض که بکنی، این دفعه هزینه کارشناس بعدی رو شما باید بپردازی، چون دور اول بانک میپردازه. حالا که شما اعتراض داری، این دفعه شما باید بپردازی. دوباره کارشناس میاد قیمت گذاری میکنه، چه بسا اگر خود شخص بدهکار در کنار کارشناس وایستاده باشه بهتر بتونه توجیهش کنه، چون خیلی از مواقع هست حالا کارشناسان اجازه ورود به ملک رو ندارن به دلیل اختلافاتی که موجود هست و دقیقاً ملک رو بررسی نکردن، یه قیمت پایین تر زده. ولی زمانی که شما خودت کارشناس رو از طریق اداره ثبت تقاضا کردی که من اعتراض دارم کارشناسی میخوام داده بشه، انجامش میدی، دقیق با کارشناس میتونی بری ملک رو نشون بدی، امکاناتی که داره که اگر میخواد ارزیابی بکنه درست ارزیابی بکنه که سهم بیشتری از بدهی های شما پرداخت بشه، در غیر این صورت کلی از بدهی های شما باقی میمونه، بعد سایر وثیقه های شما درگیر میشه. بعد از اینکه مراحل ارزیابی گذشت، نوبت میرسه به آگهی برای مزایده. این مزایده یک نسخه در روزنامه چاپ میشه، یک نسخه به محلی که ملک قراره به مزایده بره و یک نسخه هم توی همون اداره ثبت به دیوارش الساق میشه که در معرض دید همگان قرار بگیره که این ملک انقدر ارزیابی شده، در قبال این مقدار بدهی قراره در این تاریخ این ساعت به مزایده گذاشته بشه. علاقمندان میتونن یک هفته از قبل مزایده
به این اداره اجرا مراجعه بکنن و با هماهنگی از محل ملک بازدید به عمل بیارن که اگر تمایل به خرید داشتن روز مزایده بیان با هم رقابت کنن، حالا هر کس قیمت بیشتری داد در واقع برنده مزایده اون میشه. این عملیات مزایده هم از این جهت مهم هستش که این مراحل باید حتما طی بشه، ولی خب به خود شمایی که بدهکار هستی اجازه داده میشه که با همون قیمت کارشناسی برداری بدون اینکه وارد رقابت با کس دیگه‌ای بشی که یکی قیمت بالاتر بده شما نتونی بالاتر بخری. اگر بدهکار هستی به خود شما فروخته میشه، شما میتونی پول رو بریزی به صندوق دولت و از مزایده ملک جلوگیری به عمل بیاری، ولی اگر نتونستی بخرید نوبت به مشتری ها میرسه که با هم رقابت میکنن. مثلا فرض کن کارشناس گذاشته 1,200,000,000، اون یکی میگه من 1,250,000 میخرم، این یکی میگه 1,300,000. به هر حال به کسی که بالاترین قیمت رو میده، پیشنهاد رو میده، صورت جلسه میکنن و برنده مزایده اعلام میشه و از اون تاریخ به بعد 2 ماه باز هم به شما یه بدهکار فرصت داده میشه. ببین چقدر فرصت در مراحل مختلف وجود داره. 2 ماه از تاریخ برگزاری مزایده و اینکه طرف در واقع برنده مزایده شده، پول رو هم ریخته به صندوق ثبت ولی هنوز ملک رو به نامش نمیکنن، باز 2 ماه به شما فرصت میدن. اگر تونستی پولو بدی که فبه حل مراد پرداختی، اگر نتونستی اون وقت صورت جلسه میکنن اون مزایده رو دیگه تنفیزش میکنن، یعنی دارای اثر قانونیش میکنن، اثر بخشی بهش میدن، تاییدش میکنن و از این مرحله به بعد دیگه بانک میتونه تقاضای صدور سند به نام خودش بکنه و از اون طرف هم وقتی که سند دریافت کرد، خب اولین اقدامش 100% اگر متصرفی کسی داخل اون ملک هست میتونه تقاضا بکنه که اینو بیرونش بکنه، که خود اداره ثبت میتونه خلع ید اون شخصی که متصرف هست رو بخواد. خلع ید یعنی بیرون کردن متصرف. اما در این بین یه سری نکات ریزی وجود داره که به دلیل اینکه وقت ما برای این هفته به پایان رسیده من تا اینجا میبندم مرحله رو. اعتراضاتی که شخص بدهکار میکنه برای هفته بعد میخوایم عنوان بکنیم دیگه. با هم گوش میدیم صدای عزیزان رو. یک دنیا سپاسگزارم از شما، یک دنیا سپاسگزارم جناب کاکوند عزیز. اگه من یک عزیزی پشت خط داشتن یه سوالی رو میکردن که من مجبور شدم چون که بعد بیام روی خط ایشونو پشت خط نگرش داشتم و امیدوارم که خود ایشون بتونن که سوالشون رو مطرح کنن. من اگه اجازه بدید این شنونده عزیزمون رو وصل بکنیم. دو سوالم پشت خط پرسیده شده که من ازتون سوال بکنم و ایشونو به عنوان اولین شنونده داشته باشیم. دوست عزیز صدای شما بر روی خط هست، بفرمایید. خواهش میکنم. سلام آقا جانم، درود بر شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم. آقای کاکاوند صدای شما رو میشنوم. آقای کاکاوند خسته نباشی. سلام. سلام علیکم، متشکرم. خلاصه بهت میگم، ما یه خونه خریدیم، مباینه‌مون درست کردیم، خونه تحت تصرف ماست، باشه؟ بعد این قرارش 10 میلیون مونده، قرارش بهش میدیم، قبول نکرده، گفته 5 میلیون باید به ما بدی. این بعد از 2 سال، چون تقصیر خودشه، مشکل داره با اون صاحب خونه‌های اصلی که مشکل داره به شهرداری. بعد این ما اون به نامش کرد، قرار شد ما 10 میلیون بهش بدیم به نام ما بکنه، نکرده، رفته وام گرفته 200 میلیون، 200 میلیون به قیمت خونه رفته وام گرفته. بعد این حالا بانک من نمیدونم چجور داده به این 200 میلیون. خب بعد این اومده، اصلا کارشناس نیومده، گفتیم به مستأجر ما، کسی اومده گفت من کسی نمیذارم بیاد خونه. بعد این چجور کارشناسایی کرده؟ بعد این ما الان شکایت کردیم تو دادگاه، وکیلم داریم اونجا. حالا ما چیکار کنیم؟ باید این کارو بکنیم. شما ملک رو ازش خریدین؟ بله، ملک رو ازش خریدیم، پولش هم دادیم، مباینام هم درست کردیم. صاحب ملک اصلی که چند تا واحد داره، یکی واحد به نام این آقا، خب به نامش کرده، بعدین مشکلات داشته با اون، بعدین تصفیه کرده به نامش کرده. خب صاحب خونه اصلی گفت بیا به من 5 میلیون بدی، من به نامتو میکنم، ولش کن این آقای سیدو، آقای سیدو ولش کن. ما قبول نکردیم، گفتم نه نمیشه،
چون ما با خب من تا آخرش گرفتم دیگه، حالا کوتاهش بکنیم که جواب شما رو بدم. لوز کردی من از رادیو. خواهش میکنم بفهمید. خب ببینید، یکی از مشکلاتی که در قانون وجود داره اینه که ما زمانی که مبایعه نامه تنظیم میکنیم، در واقع مبایعه نامه یک نسخش به اداره ثبت نمیره و اداره ثبت مطلع نمیشه که مالک این ملکو در این تاریخ به دیگری فروخته. تا زمانی که به دفترخونه مراجعه نشه و سند به صورت رسمی صادر نشه، اداره ثبت که منبع اطلاعات هست از این اطلاعات بی بهره میمونه. در نتیجه زمانی که این آقا به عنوان فروشنده ملک رو فروخته و تقاضای مابقی پول رو از خریدار کرده، حالا به هر دلیل خریدار نداده، اصلا اعلام کرده آقا من میدم برای آخرین قسط و موقعی میدم که بیای تو دفترخونه سند به نام من تنظیم بکنی، حالا به دلیل هر مشکلاتی که وجود داشته خود این مالک اومده از بانک تقاضای وام کرده، تا اینجا از لحاظ ظاهری اقدامش قانونیه به جهت اینکه ملک هنوز به نامشه، انتقال داده نشده، دفترخونه هم که میخواد سند رهنی تنظیم کنه از اداره ثبت سوال میکنه، نه بنگاهای تو خیابونها که آقای الف مالک هست یا نه. اداره ثبت هم پاسخ میده بله، بنابراین بانک هم قبول میکنه که اون سند رو در رهن نگه داره، یه مبلغی رو وام بده. اما به لحاظ کیفری این عمل یک جرم محسوب میشه برای فروشنده و خریدار میتونه به استناد مبایعه نامه‌ای که داره در دادسرای کیفری تقاضای شکایت کلاهبرداری و رهن مال غیر مطرح بکنه. عنوان مجرمانه رو دقت بکنید، کلاهبرداری و رهن مال غیر. میتونه اینطور ادعا کنه آقا به استناد مبایعه نامه‌ای که در تاریخ مثلا فرض کن 1/1/96 خریدم از این آقا و از 200 میلیون فرض کن مثلا 150 میلیون تومنشو دادم، 50 میلیونش هم قرار بوده که برج 3 تو خرداد بیام تو دفترخونه بپردازم. اما این آقا به جای اینکه مابقی پول رو از من بگیره و سند بزنه، مطلع شدیم تو برج 3 رفته اصلا ملک رو در رهن بانک گذاشته. چون سند رهنی بعد از مبایعه نامه من تنظیم شده و به لحاظ مقررات قانونی اون زمانی که ملک رو در رهن برده دیگه ایشون مالک نبوده، چون مبایعه نامه تنظیم کرده و در تاریخ برج فروردین ملک دیگه مال من شده. حالا تشریفات ثبت و انتقال سند هنوز انجام نشده، ولی دیگه صیغه عقد بیع به ایجاب و قبول واقع شده و این ملک مال منه، ملک منو تو رهن برده. اون وقت دادسرا میتونه جرم رو بپذیره، قرار مجرمیت که صادر کنه دادگاه، ضمن این که بهش حبس بده، این آقای خریدار میتونه ضمن این دعوا بعد از اینکه توی دادسرا برنده شد و قرار مجرمیت صادر شد، قبل از اینکه بره دادگاه اصلا میتونه دادخواستی هم بده مبنی بر ابطال سند رهنی. در اون صورت محکمه میاد اون سندی رو که سند رهنی رو که بعد از مبایعه نامه این آقا تنظیم شده باطلش میکنه، به همین راحتی. آها، یعنی چون من پشت خط که با ایشون داشتم صحبت میکردم، ایشون گفتن که مثل که حالا بانک اومده، چون ایشون وام گرفته فرارم کرده پولشو نده، مثل که بانک اومده یقه اینا رو گرفته، پس بانک درست. این کارو نمیتونه انجام بده چون اینا مبایعه نامه اینا دارن. بله، منتها همینطوری نمیتونی بگی آقای بانک تو نمیتونی این کار انجام بدی، باید بری دادسرا و ضمن اینکه شکایت کیفری بکنی اگر قرار مجرمیت صادر شد، از دادگاه کیفری تقاضا بکنی که عملیات اجرا متوقف بشه. اوکی. احسن، به این شکل. بسیار عالی. خب ما اول 2398 زنگ زد. جانم بفرمایید، خواهش میکنم بر روی خط هستی شما. آقای آزادی سلام. خواهش میکنم، سپاسگزارم، بفهم. من میتونم از شما یه سوال بپرسم؟ از آقای کاکابم بپرسم. شما گوشی خدمتتون باشه، من پشت خط شما رو بگیرم. 98843 درود بر شما، بفهمید، خواهش میکنم. درود بر شما. خواهش میکنم تا شما سوالتون رو مطرح کنید و جواب بگیرید، من اون یکی شنوندمون رو پشت خط داشته باشم. سپاسگزارم. آقای کاکابم، من یه دوستی داشتم محکوم شده به اتهام ساخت مشروبات الکلی.
حکمش دادن جزای نقدی شلاق و حبس 40 میلیون جزای نقدی بوده و 100 ضرب شلاق و 8 ماه حبس. بعد تجدید نظر خواهی کرده که اونا قبول کردن و گفتن چون کیفری نیست قبوله. بعد اینجا گفته که به مواد 46, 48, 50 و 52 قانون مجازات اسلامی به 6 ماه حبس و 2/3 از جزای نقدیه و به مدت 3 سال تعلیق می‌گردد. حالا من سوالم اینه که این منظور که الان این حکم چی جوری شده؟ اون 8 ماه حبس بوده؟ یعنی 6 ماه شو بکشه؟ 2 ماه شو بکشه؟ مثلا تا 3 سال اصلا هیچ حکم نداره. آها ببینید تعلیق یعنی شما مجرم شناخته شدی و حکمم دادیم بهت، منتها اجرای حکم رو معلقش میکنیم. این اجرای حکم معلق شدن برای اینه که طرف اصلاح بشه و برگرده به آغوش جامعه به جای اینکه زندان بره. یه حالت این که تو عرف مثلا میگن این دفعه میبخشمت ولی دفعه بعد بدتر مجازاتت میکنم. این دفعه اینو اینجوری بخشیدنش، معلقش کردن، ولی برای تعلیق یک زمانی رو در نظر میگیرن که در زمان تعلیق این آقا دیگه جرم دیگه ای رو نباید انجام بده، ولی اگه جرم دیگه ای رو انجام بده مجازات جرم جدید و جرم قبلی با هم اضافه میشه و تعلیق شکسته میشه. ولی اگر مدت تعلیق رد شد و این آقا دیگه دست از پا خطا نکرد و مرتکب جرم دیگه ای نشد، دیگه اون مجازات کلن ساقط میشه. بعد من سوال این سوالم هم اینه که الان که گفته 2/3 از جزای نقدی، یعنی ببینین گفته حکم به 6 ماه حبس و 2/3 از جزای نقدی وی به مدت 3 سال تعلیق میگردن، یعنی اون از اون مثلا 40 میلیون 2/3 فقط تعلیق کرده، اون ما بقیشو باید بده؟ نه نه، کلن جرم رو مجازاتش رو کم کرده، 8 ماه رو کرده 6 ماه، اون جزای نقدی هم کرده 2/3، مثلا فرض کن 6 میلیون رو کرده 4 میلیون، 40 میلیون بوده. آم بعد احسن، خب حالا این 40 میلیون رو تقسیم بر 3 بکنی، 3 تا مثلا 13 و خورده میلیون تومن میشه دیگه. بنابراین 26 میلیون و خورده نزدیک 27 میلیون به علاوه 6 ماه حبس. اما توی این مدت تعلیق نه اون جزای نقدی رو ازش میگیرن و نه اون حبس رو باید بکشه. تعلیق که تموم بشه دیگه همه اینا پاک میشه، ولی اگر تو جرم تو زمان تعلیق جرم دیگه ای انجام بده، اون 27 میلیون رو علاوه 6 ماه حبس رو هم به جرم جدیدش اضافه میکنن. دست شما در نکنه، خیلی محبت. خواهش خواهش بسیار سپاسگزارم، پیروز باشید. خواهش میکنم. خب من یه شنونده دیگرم میگیرم، چون 3 تا 4 تا سوال پشت خطی داریم. درود بر شما، بفهمید با جای کاکاوند عزیز بر روی خط هستید. سلام، خسته نباشید. قربان شما، بفهمید. خیلی خلاصه بگم، آیا خانوما اجازه دارن دوچرخه سواری بکنن یا نه؟ اگر نه چه اگر دوچرخه سواری کنن چه جرمی داره؟ چه جرمی داره؟ خواهش میکنم. مرسی، خدا سپاسگزارم. آقای کاکاوند، خب اول از اینکه خانم ها اجازه دارن دوچرخه سواری بکنن هیچ مشکلی نداره و در قانون ایران هم اصلا در مورد این قضیه جرم انگاری نشده. اگر یک خانمی دوچرخه سواری بکنه نه تنها مجازات نمیشه، بلکه هیچ مشکلی هم براش به وجود نمیاد. ولی فقط متاسفانه یه مقدار عرف ایران هستش که نمیپذیرن این قضیه رو، وگرنه لحاظ قانونی کاملا پذیرفته شده، مشکلی هم نداره. که نمیپذیرن اگر اقدامات خودسرانه بکنن جرم انجام دادن؟ 100%. اونا هم که نمیپذیرن، نه اینکه مثلا بخوان مانع بشن، یه نگاه های حالا اومدیم و مانع شدن، منظورمه اگه مانع شدن مجازاتش میکنن که به شما چه ارتباط داری این خانم داره دوچرخه سوار، تو داری مزاحمت برای این ایجاد میکنی. درسته، بسیار سپاسگزارم. خب سوال اول، یه دوستی در ایران از اینجا رفتن، خودشون خیلی بانمک میگن ولی حالا من کاینم، ایشون موقع که داشتن میرفتن از سوئد با هواپیمای خارجی و اینا، مثل که رفتن حالا نمیدونم، یه 2-3 تا پیک عرق خورده بودن و تو فرودگاه امام خمینی ایشونو میگیرن مسئول.
بعد که در ساکشون رو باز میکنم میبینن یه بطری هم با خودشون دارن. اوکی. حالا خودشون میگم خیلی جالب تعریف میکنه. حالا من کاینا میگه آقا من از هواپیما میترسم. خوردیم گفتیم بخوابیم تا ایران، تا ایران که حالا اینجا. حالا در اصل بعد از اینکه میگیرنشون براشون 70 ضربه حکم شلاق مینویسن، اینجوری که من متوجه شدم در دادگاه فرودگاه. بعد ایشون زن و بچه‌شون هم در ایران هستن و بعد از اینکه این اتفاقات میفته سریع بلیط میگیرن و برمیگردن میان سوئد. اوکی. حالا از فرودگاه یک خانومی، از دادگاه فرودگاه یک خانومی به مادر ایشون زنگ زده، گفته آقا خانوم به این آقا بگین بیاد، ما اینجا کارش رو را میندازیم بالاخره یه جوری، ولی اگه نیاد ما حکم جلب براش صادر میکنیم. و ایشون میگه که من زن و بچه هم دارم و نمیدونم اینو باید برم ایران، حالا من چیکار باید بکنم، راه حل من چیه، چیکار میتونم بکنم؟ ببینید بهترین راه برای همچین مواقعی اینه که شما تسلیم به رأی بشین. زمانی که تسلیم به رأی بشی یکی از پوانهایی که به شما داده میشه تخفیف مجازاته، چون ما در حالا قوانینمون این سختگیری ها رو در مورد مشروبات الکلی داریم، ولی در مقابلش یک مسئله هم داریم که اصطلاحاً میگیم توبه و رفعت اسلامی. رفعت یعنی مهربانی کردن. اوکی. یعنی به کسی که حالا یه جرمی انجام داده اگر احساس بکنیم پشیمون شده، نادم شده و دیگه این کار انجام نمیده، اونو مورد عفو اسلامی قرارش میدن، مورد بخشش قرار میدن. البته بخشش نه اینکه کلن بگن خب خداحافظ برو، تبدیل به جزای نقدش میکنن، یه مبلغی رو به صندوق دادگستری بریز و خداحافظ شما. بنابراین بهترین راه اینه که بیاد اینجا، چون هی دیگه گندش نکنه حالا جلب صادر بشه و بعدش اصلا داستان بشه، بیاد اینجا تسلیم به رأی بشه، بگه من اعتراضی ندارم و توبه میکنم و تقاضای بخشش دارم، در اون صورت براش یه جزای نقدی میکنن و خداحافظ. اوکی. پس دوست عزیز امیدوارم شنیده باشی دیگه اینطوری که ایشون میگن، چون بار اولشون هم بوده که همچین اتفاقی براشون افتاده و احتمال قوی پس امکانش هست. خب من یه شنونده دیگر رو روی خط میگیرم، بعد دوباره سوالت پشت خط. جانم بفرمایید، بر روی خط هستید شما؟ ببخشید میخواستم پشت خط یه سوال بپرسم، میتونم؟ بله گوشی دستتون باشه. جناب کاکاوند عزیز، من دو تا سوال از شما میکنم و بله. اگر اجازه بدید من میرم پشت خط سریع سوال این خانم ازشون بگیرم. یکیش اینه، دوستی گفتن که یه شایعه ای شنیدن که بانک ها در ایران اگر حساب هایی که کار نمی کنه، یعنی پول نمیاد پول بره، پول نمیاد پول بره، میبندن و همچنین حساب هایی که زیر 2,000,000 تومان توش پول باشه اونا رو میبندن. این سوال اول. و سوال دوم اینه که الان در ایران یک سری دوباره بعد از خباله اتفاقاتی که سر سرمایه گذاری ها پیش اومده در شرکت های خصوصی، اینجوری که من متوجه شدم، الان یک سری بانک ها اومدن و یک سری چیزای جدیدی رو اینجوری که من شنیدم اومدن و تبلیغ میکنن و میگن من 15-16% بهره میدیم، بیاین پولاتون رو بذارین و در این چیزایی که مال بانک ها هستش سرمایه گذاری میکنن. آیا قابل اطمینانه یا نه؟ پس اگه اجازه بدید من به اندازه یه 30 ثانیه پشت خط هستم. خواهش میکنم. در مورد سوال اول، اگر شخصی در واقع یک مبلغی رو توی بانک داشته باشه و بلوکه نگرش داشته باشه، به هیچ عنوان هیچ مؤسسه مالی اعتباری و هیچ بانکی اجازه نداره پول رو بلوکه بکنه و نپردازه، به راحتی میشه از طریق دادگاه علیه اون بانک شکایت کرد، کما اینکه این هم تا به حال دیده نشده و هیچ بانکی همچین کاری رو انجام نمیده. من فکر میکنم حالا یه موردایی هستش که توضیحات درست داده نشدن، ولی این شایعه به وجود نیاد، هیچ بانکی این اجازه رو نداره، خیالتون راحت باشه. اما این که میگن پول رو مثلا زیر 2,000,000 رو بلوکه میکنن یا اگر پول نیاد پول بیاد میبندنش، من فکر میکنم منظور این باشه که یک مواقعی هستش که شما یک قراردادی رو با بانک نوشتی، مثلا فرض کن تحت عنوان سپرده کوتاه مدت،
یا سپرده بلند مدت، ولی به هر حال یک زمانی رو داره. در اون زمانش بانک مکلفه که به شما سودش رو بپردازه. ولی اگر زمانش رد شد چون دیگه قرارداد جدید با بانک ننوشتی، دیگه بانک مکلف نیست سود به شما بده. فقط پول شما هر چقدر که هست و چقدر سود بهش اضافه شده، همون مقدار تو بانک میمونه که هر زمان شما بخوای میتونین رو پس بگیری. این یه مطلب. بله. در مورد مطلب دوم که بانک ها در واقع سودهای این چنینی رو میخوان بپردازن، اولا بانک ها قابل اعتماد هستن به جهت اینکه زیر نظر بانک مرکزی هستن و مجوز عملیات بانکداری رو دارن. حالا اون دو سه مؤسسه ای که این مشکلات به وجود اومد، مسائلی به هر حال وجود داشت تحت عنوان اینکه مجوز از بانک مرکزی نداشتن و مجوزشون ناقص بود و این داستان ها. اما بانک ها در واقع خیلی سفت و سخت تحت نظارت شدید بانک مرکزی و تدابیر امنیتی هستند و اگر هم با همدیگه سر سود رقابت میکنن، بانک به هر حال یک شرکته، هر شرکتی با شرکت‌های رقیب خودش رقابت میکنه. مثلا در زمینه لوازم شوینده، یکی سعی میکنه قیمت‌ها رو بیاره پایین که مشتری جذب کنه، یکی سعی میکنه کیفیت رو ببره بالا، تنوع رو ببره بالا، به هر حال از شرکت رقیب جلو بیفته. بانک هم یک شرکتن، شرکت سهامی عام، با هم رقابت میکنن سر پرداخت سود بیشتر که منابع بیشتری رو جذب کنن. بنابراین این صحت داره، بانک خب رقابت هست. اما بانک مرکزی دیگه تا یه حدی رو اجازه میده شما سود بپردازی به اون شکل. مثلا بگی بیار تو شعبه من، مثلا 40% بهت میدم. دیگه پس تو هم حد 15-16% هم 15%. دقیقاً. بسیار عالی. من یک شنونده رو پشت خط دارم، ولی این سوالو من باید اول بپرسم. خانومی هستن که از شوهرشون جدا شدن، دختر 10 ساله دارن. این دختر خانم حضانت سوئدیشون با مادر هست. حالا ایشون پدر مخالفت میکنه که حضانت ایرانی بچه رو به ایشون بده، پدر و مادر جفتشون در سوئد زندگی میکنن و ایشون میخواد بدونه که آیا بدون اجازه پدر و در غیاب پدر با گرفتن وکیل و اینا، آیا میشه حضانت دختر رو هم گرفت یا نه؟ اصلا نیازی نیست، چون در قانون ایران دختر 9 سال تمام دیگه بالغ میشه و دیگه حضانتی نداره، خودش میتونه تعیین کنه پیش پدر باشه یا مادر. تموم شد. یعنی پس بعد اون وقت کجا باید اینو امضا بدن؟ مثلا این دختر خانم باید بگه من میخوام حضانتم و مادرم داشته باشم؟ هیچ، نیاز به امضا نیست، اتوماتیک وار از لحاظ قانون دیگه تموم شده. اگر پدر خواست به زور ایشون رو ببره، خیلی راحت میتونه مقاومت کنه. پلیس 110 اگر بخواد بیاد مداخله بکنه، این خانم دختر خانم میتونه شناسنامه‌اش نشون بده، بگه آقا من 10 سالمه. حالا اگر یه ذره بچه 10 ساله ممکنه سرزبون نداشته باشه، هول بشه در مقابل پلیس، ولی مادر خیلی راحت میتونه شناسنامه دختر رو نشون بده، بگه آقا دختر من 10 سالشه. پس یعنی به قانون ایران این مادر میتونه با دختر در 10 سال خودش رو ببره ایران بدونه که پدر مزاحم رفت و آمد اینا بشه؟ دقیقاً. بسیار دقیقاً. آخرین شنونده ما یک دقیقه فرصت داریم. بفرمایید بر روی خط هستید شما. الو. الو. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام علیکم، عصرتون بخیر، ممنون از برنامه جالبتون. مرسی عزیزم، خواهش میکنم بفرمایید. من خیلی کوتاه مختصر مزاحمتون میشم، وقتتون کم هست. من در رابطه با یه زمینی در ایران که زمین خریدم بودن 14-15 سال پیش، از یه آقا خریدم که یه آقا رو من با برادرش اینجا دوست بودم، بعد رفتم ایران، خودشم اومده اینجا، ما خدمتشون بودیم، بعد اونجا که رفتم گفت فلانی شما خیلی لطف کردی به اصطلاح توی سوئد من کمک کردی، میخوام یه کمکی بهت بکنم اینا چون اونجا زحمت بکشی. گفت من یه باغ دارم، بیا این باغ ما یه مقداریشو به اصطلاح یه چند هزار مترشو به شما خیلی ارزون بفروشم اینا. منم این ور قرض کردم، لون کردم، براش فرستادم رفت و رفتم اونجا هم امضا کردم. این آقا 2-3 هزار کرون از اون به اصطلاح از اون باغ به اسم من نوشت و من پولش رو نقد دادم. من نمی‌دونستم که ایشون این باغ اصلا مال خودش، مال دوستشه که تو زندان هست، ولی اومده خب طبق قانون دوستایی که داشته اونجا یه کاغذی فقط به من داد، فرمالیته. بعد من اینجا چون اومدم بالاخره دیدم اینجا یه جوری سرم کلا رفت اینها، یه آقای به یه خانواده که اینجا با بچه‌هامون با هم مدرسه می‌رفتن آشنا بودم اینها، بعد رفت آمد داشتیم، بعد یکیشون برایش گفتش که ما یه وکیل خوب داریم که این وکیل ما خیلی وکیل خوبی هستش و اله و بله، ایشون هم اومد سوئد و این آقا وکیل هم بالاخره خدمتشون رسیدیم. بعد باش صحبت کردم رفتم ایران خدمتشون، بعد ایشون گفتش که من اینقدر این مبلغ رو می‌گیرم و کارت درست می‌کنم. بله.
بعد این مبلغ هم بهشون دادم، یعنی حدودا نزدیک 15 میلیون من حدودا 11 سپتامبر بهش دادم، اون موقعی که به اصطلاح اتفاقی تو آمریکا افتاده بود، اون زمان منظورم. این پول دو به اصطلاح نزدیک 15 میلیون از من گرفت. گگایی هم که میومد اینجا نیاز به کارایی که داشت، من کمکش میکردم، راهنماییش کردم، برای اینکه این آقا خود اینجا هم اقامت بگیره، آقا وکیل منظورم. بله. بالاخره پولی گرفت این آقا، پولی گرفت این برابر میکرد اینها، بعد هرچی گفت گفت کمکت میکنم اینها، تا مدت ایشون کارش که اینجا گرفت اینجامون، ایران هم میره میاد این آقا وکیل. بعد حتی اینجا که اومد گفت من دارم میرم ایران، باید پول چیز منم بدید، هواپیمان بدید. من میخوام میدونستم که اونجا میره اینجا کار میکنه، دستر داره توی ایرانی آقا. حالا اومد اینجا دید که من تنها هستم، ساده هستم، یا هر نظر از من یا آقا وکیل پول که گرفته هیچی سوس بارن کرد. حالا بگذاریم، بعد آخر سر هیچی دست منو نگرفت، این وکیل هیچ کاری برای من نکرد، اون آقا محکوم شد البته. بعد متوجه شدن که ایشون فقط زمین فرمالیته مال باغ دوستش رو به من 2000 متر داده و دوستش هم تو زندان بود. دوستش هم که از زندان اومد شکایت اونو کرد، بالاخره اون آقا رو محکوم کرد و اون تازه اون آقا هم تازه قاچاق فروش هم عذاب در اومد، اون شخصی که به سلا سر من کلا گذاشت. یعنی من میگم که الان من دو جا سرم کلا رفت، یکی آقا وکیلی که الان میاد اینجا خیلی از قانون صحبت میکنه، ایجون سر من کلا گذاشت، یکی اون آقایی که هم خب تو ایران بود. گفتم من آیا راهی هست که من بتونم حداقل یکم قانون چی میگه؟ اون پول من اونجا که نزدیک میلیون خورده رفت تو ایران و اینجا هم وکیلی که اومده پول من گرفته گرفت، هیچ کاری برام نکرد، قانون چی میگه؟ حق من چی؟ خب ببینید، الان این وکیلی که شما دارید میگید، این که کارش انجام داده، تونسته شما رو حاکم بکنه، اون شخص رو محکوم دیگه، کلا برداری این وکیل کجا بوده؟ نه این آقا محکوم نکرد اون وکیلو، اون قانون اون آقا رو محکوم کرده که ایش اون شخص زمین کسی دیگه رو به من فروخته. خب چه کسی تقاضای محکومیت کرد؟ این وکیل شکایت کرد دیگه. نه اونی که از زندان اومده شکایت کرده که چرا باغ منو به ایشون فروخت، یعنی شکایت دوستش، یعنی شکایت اون شخصی که من زمین ازش خریدم. بعد قانون اون رو محکوم کرد که شما زمین و مال شخص بوده و ایشون توی زندان بوده، شما چرا رفتی مثلا پارتی بازی کردی؟ وکیل شما علیه این دوست این آقا هیچ شکایتی نکرد تحت عنوان کلاهبرداری که مال غیر رو به موکل من فروختی؟ همچی چیزی که تا جایی که من میدونم این وکیل هم میرم الان امکان داره، امیدوارم صدای منم بشنوه، خودش هم مشخص رو آدم قالتاقیه. نه دیگه اینجوری لطفا صحبت نکنین، خواهش می‌کنم. حالا زود این قضاوت‌ها رو نکنید، از وکیلتون بخواید که مدارکی رو که طرح دعوا کرده براتون بفرسته، ببینیم شاید به هر حال حکمی هم علیه اون آقا از طرف وکیلتون به نفع شما صادر شده باشه. ولی به هر تقدیر زمانی که این شخص محکوم بشه به فروش مال غیر به عنوان کلاهبرداری، میفته زندان و شما میتونی پولتون رو از ایشون دریافت کنی، چون محکوم به رد اصل مال هم میشه. یعنی اون پولی که شما به این آقا دادید، وکیلتون میتونه اینو محکوم بکنه که این پولو برگردونن با شما به علاوه خساراتش. شرمنده، من اینو میدونم، اون شخصا گفتم قاچاقچی باز از آب در اومد، الان تو زندان بوده، 10-12 سالم تو زندان، یعنی چند بار اومده رفته، دوباره شنیدم استماکیش هم گرفتنش. اگر پولی تو دست و بالش نیست، ببین وکیل دیگه مسئولیت زاییدن پول رو نداره. یه مواقعی هست ما یه شکایتی میکنیم ولی طرف آس و پاس هیچی نداره، میره زندان، موکل نمیتونه بگه خب این که برای من پول نشد، خب دیگه ما چیکار کنیم؟ طرفت اگر مال داشته باشه، من برات توقیف میکنم، پولی رو که دادی برمیگردونم بهت، ولی وقتی آس و پاس هیچی نداره، افتاده زندان، دیگه ما که نمیتونیم مال ایجاد بکنیم برای شما. که کاملا درسته. من منظورم اینه که وکیل باید یه وکیل بگه که من اگه این کار انجام دادم اینقدر میگیرم، ولی اگر انجام نرفتم اینقدر هزینه شد. ولی ایشون کلن گفت من درصدی میگیرم و اینقدر باید یه زهر بیدیم. من اینجا احساس میکنم که اینجا سر من کلا گذاشت، ایشون کاری که نکرده بود، چرا اومد گفت من درصدی میگیرم، اینقدر میگیرم و من اینقدر از من گرفت. مبلغ حق الوکاله یه پیش پرداختی داره، یه مقدارش شما باید در ابتدا بپردازین، الباقیشو بعد از موفقیت وکیل در اون کیس. از وکیلتون بخواید اقداماتی رو که تا الان انجام داده رو برای شما بفرسته، ببینید آیا کارتون پیش رفته یا خیر. اگر نرفته بود، بعدن میتونید علیه وکیل اقامه دعوا بکنید که آقا پول چرا الکی از من گرفتید، چه بسا اطلاعات شما ناقصه، وکیلتون یه کارایی رو انجام داده، ازش بخواید که مدارکتون رو بگیره. دقیقاً بگین اسپسیفیکیا رو
براتون بنویسه که چه کارایی کرده، اون موقع دستتون باز هستش که بتونید اقداماتی رو بکنید. یه خورده با من به قول سعودی ببخشم تو کلمه سعودی خورد با من صحبت میکنه، به خاطر من اینو از رو خطا اینا هستم که از من دادم از اونایی که نه حالا میخواد با شما بعد صحبت بکنه یا درست صحبت کنه. شما یه بارم بهش گفتم ببین باید این کارو انجام بدی، که برایشون گفتش که ببین علی بخور اینجوری پر بازی تو همین دفترش دو نفر میرن پر بازی در کنه میچسونن به دیوارو الر میکنم بله دید که مثلا من خیلی پشتم خالی هست، منم اینه که من ناراحت هستم. حالا بهش گفتم بابا شما که الان پول منو میداری میری ایران کارهای دیگر رو انجام میدی، دفتر توی ایران داری و یه ما میری اونجا دوستان اینجا کار میکنی، این پول نباید از من بگیری. این من میدونم این پول هواپیما مال کار من نیست، حالا پول ایدش گرفتی. خب اینجا حساس کردم که ایشون از میدونید ببخشید نمیدونم حالا من از ضعیف بودن تنها بودن من اینه که من ناراحت کردم. آره دیگه میدونن که چیز نیستم و تهدیدم میکنن که نمیدونم به قول خودتون میچسبونمت به دیوار و از اینجور چیز میذاری. آدمایی که متقاعد شهنه وکیل نیستی همچین کارو، یار من نمیدونم واقعا انجام شده این کار نشده، من نمیدونم واقعا. جوابو گرفتین شما قربان یا خیر؟ سپاسگزارم. میگم امیدوارم برای هیچ کسی همچی اتفاق نیفته و وکیلا آدمای خوبی هستن، ولی امیدوارم همیشه حق دیگران بگیرن و به دیگران چون بهشون ما پناه میاریم هرگز کاری هم نمیکنن، ولی حداقل به قول سوریا ما رو کاردن نکنن در این. ولی من حس میکنم از ایشون خیلی من بی احترامی شده، ظلم شده. متاسفانه این چیزی که شما دارین تعریف میکنید من چند کیس دیگه اش هم جایی شنیدم، ولی الان متاسفانه رو خط نمیتونم صحبت کنم. سپاسگزارم. من سپاسگزارم. باز عذر میخوام اگه حرفی که زدم. نه راحت باشه عزیزم. سپاسگزارم. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. خب جناب کاکاوند عزیز، من از شما تشکر میکنم به خاطر برنامه امروز. فقط خواهش میکنم چند لحظه گوشی رو قطع نکنید. سپاسگزارم از شما. چاش موفق و پیروز باشین آقای کاکاوند عزیز. قربان شما، خدا نگهدار. خدا نگهدار.